همون ایلام، ایران، ارمن هست که شده آریایی که الان جا عوض کرده، یعنی انسان پاک و آزاد شیر مثل تو. گولشون رو نخورید، بگید ما آریایی هستیم، سادات تازی و حزبشون رو نمیپرستیم. این یه حزب سادات تازی که دخل ما رو آورده و میاره، همه چیزم حساب شده است. امروز با هم در رابطه صحبت میکنیم. رژیم که آبروی نداشت، آبروش مدتی واضی از جوری همچی رفته به چه ها که دیگه هیچ خدا بنده نه چجور میخوان این را حلش کنن. خانم کاترین پرس پاریس بود. کاترین حالت خوبه بابا؟ خیلی خیلی باید بهت گفت دمت گرم. این کاترین میره ایران از قدیم ها، قضیه مال چند سال پیشه و همه جو نفوذ میکنه همه جا. اول که میره سال 4 سال پیشی که انتخابات بود که روحانی دوباره برد، این میره و از راشا تودهی دفتر پاریس یه کاغذ میگیره که خبرنگار راشا تودهی میخواد بره با نامزدهای ریاست جمهوری مصاحبه کنه. میره با رئیسی مصاحبه میکنه. حالا وقتی میخواد بره باید یک رابط داشته باشه، بهانه داشته باشه. اینا رو این نادره درست میکنه. این نادر اومده که تکذیب کرده ولی دروغ میگه. این نادر یاد میداره، این نادر خودش سادات تازیه، نادر طالب زاده رو میگم، همه شما میشناسینش، همه شما رو آمدن تحلیل کردیم که آقا ایرج رفته یک کلمه حرف زده، این نادر طالب زاده اطلاعاتی سید او که خود رژیم، امروز اطلاعاتی که من به شما میدم مال خود رژیمه. ببینید در رابطه با آقای طالب زاده، این طالب زاده یک مأمور اطلاعاتی، یک مأمور نابود، یادتون نره سادات تازی هم هدفشون نابودی ایرانه. حالا خوانده میگیم میپردازیم این قضیه. این نادر طالب زاده که زن اولش با 4 تا بچه، 4 تا بچه ازش داشته، طلاق میده. حالا شاید هم نگهش داشته نمیدونم، خلاص اون زنه داره میری زینب خانم لبنانی رو میگیره، دختر جوان. دختر جوان گرفتن ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. آقای شجریانی خدا بیامرز کاری کرد، خیلی دیگه می کار کردن، ایرادی من نمیگیرم که دختر جوان گرفته ازش جوان تره. مشکل اینه که عزیزان من اون خانم دیگه چی شد؟ اون خانم دیگه ای خودش گذاشته رفته قبل از اینکه تو ازدواج بکنه. حالا اونا اینا رو کار نداری اصلا. بعد این بابا یک دکونی وا کرده بود به نام افق. این افق رو که وا کرده بود، همین تلویزیون افق هم که شما تو ایران میبینین، این بانیش بود و قرار بود بدن به این، ولی ندادن بهش چون تو رژیم درگیری خودشون دارن. این بابا تو آمریکاست و داره برای خبرگزاری خود آمریکایی، رسانه‌های آمریکایی کار میکنه، تحصیل کرده است. من این قاطع به شما میگم، هر کسی که تو میدان مطبوعات و رسانه‌ای فعالیت میکنه 100% با وزارت اطلاعات من باید در تماس بشه، سردبیرها با اینا جلسه‌ای. تو خارج از کشور هم همینطوره، هر کشوری هم بگین همینطوره. من لبنان بودم، سوریه بودم، من تو لبنان سوریه واسه کتاب منتشر بکنم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسکندر بود مال سوریه، باید اجازه میداد که من رفته مستقیم از خودش گرفتم یه مقاله یه روزنامه همه چیز. اینا هر کسی که کار رسانه‌ای میکنه یادتون نره سیاوش اوستایی رو به عنوان متخصص این با وزارت اطلاعات ها، حالا اونجا اداره آگاهی داره، اداره مطبوعات فلان داره، اینا در تماس هم. خب این آقا میاد 1359 یعنی یک سال بعد انقلاب میاد ایران. اصلا روز اول هم خامنه‌ای میره سفارت آمریکایی که گرفتن، این خامنه‌ای میره اونجا که باید آمریکایی ها ببینید صحبت کنیم دیگه، 6 ماه اینجا که باید یاد گرفته باشیم. قبلا هم یاد گرفته بودید؟ بله یاد گرفته باشیم. خب چطوره وضعتون؟ خب همینطور که میبینید دیگه. خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت؟ والا خوبه دیگه. خوبه چکار کنیم؟ ما باید بسازیم. لا خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد؟ نه از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که همین که اینجا هستی. امیدواریم این تصدیق میکنی شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟ من خب حرفی ندارم در این. یعنی فکر می‌کنم هر آدم این طالب زاده از همونجا با خامنه‌ای مچسه به خامنه‌ای دو مخامنه‌ای میگه تا الان ول نکرده.
همه جا با خامنه‌ای ولادیف اول بالا نشسته، بعدم شما هم یک کلمه اصلا نمیدونین اسمیر جایی بگین، فقط بلدین بگین ایرج اومده یک کلمه حرف زده، یا مثلا فقط محمد رضا شریف‌نیا رو دیدین گرفته پیش خامنه‌ای، 700 800 تا سینماگر درجه یک رو ندیدین که مرتب میرن پیش خامنه‌ای، زمان خمینی میفتن دستبوس. یام طالب زاده همه جا بوده و هست. بعد اینا که میگم خود وزارت اطلاعات روحانی این دکون افقش بست و این رو به عنوان آدم مرموز و مشکوک براش چند تا پرونده درست کرد، ولی هر وقت خواستن رو بگیرنش شخص خامنه‌ای و دفتر خامنه‌ای مداخله کرد. حالا اخیراً که پیدا شده دخل خامنه‌ای رو حسابی آورده این خانم کاترین پرز که میاد این میارش، چون یه هر سالم پولای هنگفت میگیره به بهانه ابرگزاری اربعین، مال مادر بزرگ شد دیگه، چون هم سیده ننش سید بوده، سیده بوده، این هم چون سیده بوده ننش اینه سیده، این سیده هم یادتون نره تازیه فقط نبوده ایران میخواد امروز با این صحبت گروهی بزن. بعد این به خاطر اینکه تو اربعین خانم میخواد به تظاهرات کنه، رپورتاج تهیه کنه فلان، میارش. بعدم اسناد امروز زیاد منتشر شده دیگه، میرین خودتون ببینین. این بعدم این خانم میگن با 100 نفر اخیراً اعلام شد با بیش از 400 نفر از سران بالای نظام جمهوری اسلامی خوابیده، اطلاعات گرفته برده داده اسرائیل، خودش هم میگه الان دیگه خودش داره میگه. یعنی اینی که ما همش میگوییم اسرائیل بدبخت فوش میدید میگید مرگ بر فرمان من، خاک بر سرتون، تو رخت خواب شماست، تو رخت خواب درآمد دیگه. بعد ایشون عرض کنم خدمتتون که در سایت خامنه‌ای.ir که توسط فرزند خامنه‌ای اداره میشه مقاله مینوشته، تو روزنامه ایران مقاله مینوشته و همش هم همین هر چی تو دلت بخواد خودت خرتر نشون بدان و اربعین و حسین و سید بازی و برای فاطمه فاطمیانا، بعد اینا بیشتر به تو جا میدن. یعنی چینت و خلق و خوی خود علی خامنه بوده از اول، یکی تا یاد آبروشون رفت. حالا از این طرف هم اینا باز برای این که برای این مسائل الان براشون، دنیا داره با اسرائیل کار میکنه، دنیا داره با اسرائیل کار میکنه، الان اسرائیل پروازها گذاشته تو خلیج فارس، کشورهای عربی مرتب میان، توریستا میان میرن، کلی وضعشون خوب شده از نظر مالی همه. خب هیچ کشور تو دنیا الان نیست که ارتباط علنی با اسرائیل نداشته باشه، همه دارن. اینا هم یه جورایی میخوان زمینه سازی بکنن، اومدن اخیراً یک خاخامی رو، این آقای جاکوب، یعقوب هرزوک آش داره، آشش فرانسوی هم تلفظ نمی کنن، خب هرزوک میگیمون. این هرزوک خانواده بزرگیه، مثلا یکیشون اینجا وکیل رفیق منه، باباش رفیق منه که ما تو سنا و مجلس فرانسه که عنوان مشاور هستیم و اینا بودیم، این باباش اونجا با ما همکاری میکردیم. هرزوک خود پسرش، هرزوک باباش حالا 80 خورده سال میشه، هرزوک پسرش وکیل نیکولا سرکوزی بود، هست که محاکمه میکردن اینا. حالا یه مثلا میخوام فهمی هرزوک و با عنوان و اسرائیلی و خاخام، میبینین و خاخام میگن یهودی عربستان سعودی، یعنی با عربستان سعودی رابطه خیلی خوب داره، حتی تو عربستان هم رفتم جو عکسای گرفته با اینا. ایشون اخیرا اومده ایران، بعد تمام رهبران یهودی ایران از آقای صدق مری بگیر و آقای حمامی لاله‌زار بگیر، همین رو گفتم ما خبر نداریم، ما در جا نیستیم، ولی ایشون اومده ایران، همه اماکن مقدسه یهودیت هم که در ایران 33 تا قبر پیامبران یهودی در ایرانه، من به کتابی که بزنم فرانسه نوشتم ایران سد میلان دو سیویلیزاسیون پر شیا 7000 years of civilization، اونجا تا اکثر گذاشته میده که 33 تا قبر پیغمبرای یهودیت تو ایرانه. یعنی حالا اگه نگیم اولین دومین سرزمین مقدس برای یهود ایرانه، شما این هستیم چقدر پول ایران میتونه در بیاره، خاک بر سر خود. حالا بگذاریم، خلاصه ایشون اومده و سرصدام را افتاده، با همه عکس گرفته و داره میگیره. من به شما بگم برای چی اومده. الان ایران هم داره با سعودی صلح میکنه و تا چند وقتی خیلی از این دکونا بسته میشه که هست خواهید دید، و این صلحی که دارن میکنن ایشون فرستادن به عنوان رابط پیام بیاره ببره و موفق هم میشه، شما خواهید دید به زودی جنگ یمن رو تموم میکنن و فلان. محمد بن سلمان هم
پذیرفت، یعنی برای نخستین بار اومد گفت ایران فلان، نه کنترل کننده ای آقا رفت ایران. حالا شما برای که بدونید که کلیت، یعنی ببینید مملکت نابود کردن، ویران کردن، 43 سال دارن فوش میدن تو نماز جمعه هاشون، مرگ بر اسرائیل فلان فلان فلان، اسرائیل تو رختخواب هوشون بوده، همه اطلاعاتی دارم داشته، این دختره نمیدونه چه اعترافاتی کرده، میگه من با اینا میخوابیدم و وقتی میخوابیدم یارو خودش زور میزد که یه اطلاعات به ما بده. بعد خیلی از اینایی که خیلی سفت متعصب بودن و مثلا این طالب زاده، این طالب زاده مثلا میدونین یکی دیگه کارش چیه، یادتونه خامنه ای اومد گفت که آمریکایی‌ها این ویروس و کرونا رو درست کردن، میخوان نسل ایرانی رو براندازن. آخه نسل شما یه تازی عربی که بعد میگفت ایتالیا، میبینین اینا نسل ایتالیا، چون ایتالیا است با ایران با یه شروع میشه، اینا عوضی گرفتن چون ما دو تا نسل همون مثل همه، سخنه دیر خامنه‌ای روی قضیه نقاش نسل ما رو براندازن، ما از اونا واکسن نمیاریم. این حرف رو میدونین کی بهش داده بود؟ همین طالب زاده با یه گروه دیگه بنام کرمی، البته کرمی هم میگم کرمی، بی طالب زنده بود دیگم طالبی، همین طالبی که میخوان. البته این اینا اومدن یه برنامه رفته بودن تو امو افق و همین مزخرفات گفته بودن و بعد خامنه‌ای اومد این حرفا رو زد، یعنی حتی ایدئولوگ علی خامنه‌ایه، یعنی علی خامنه‌ای ایدئولوگش کسیه که جاسوس اسرائیل میاره تو ایران، با غیر از این خیلی کار کرده، حتی مصاحبه با همین رئیسی که میکنه جاهای دیگه اینا همین پشتش بوده، بعد با اینکه زنم داشته خود رسانه‌های ایران نمیشن و گزارشات وزارت اطلاعات، یعنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی زمان روحانی اصلا یه بازداشت نمیدونم کردن، بازجویش که میدونم کردن چندی بارم میخواستم ببرنش زندان به خاطر این که اولا دروغای میگفت و در بوده بودن که جاسوسه، برادرش مثلا مشکوک توی تفلی توی امریکا کشته شده بود، پزشک بود، یا مثلا بابای این باباش از سرهنگای سروان زمان کودتای که شده بود، ایشون باباش تو اون کودتا دست داشته، از افسرای چه بوده رودآبادی اسم اصلیشون بوده، بعد این اومده تو تلویزیونی که مال خودش همون برنامه افقش تجلیل کرده از باباش به نام رودآبادی، نگفتی بابا طالب زاده بابای مایه، بعد خود رژیم از این بازجویی کرده بود وزارت اطلاعات، آقا تو از بابات داری تجلیل میکنی، چرا نمیگی بابات بوده؟ خلاصه آدم باید این کاری که جیمز بوندی مشکوکی مرموزی میکنن اینا رو شبه. حالا خلاصه توی جریان کاترین آبرونا حسابی رفته، حالا آبرونا که رفته یادتون نره بعد افرادی که تو آمریکا تحصیل میکنه فلان اینا، من امروز یک مصاحبه رو که با یزدی کرده بودم چند سال پیش دوباره بو گوشش میکردم، دیدم آقا ما چقدر ساده بودیم هستیم، حتی من همیشه من فکر میکردم که آقا اینها سادات تازی، اینا که ایران رو نابود کردن، اینها رو میشه ارشاد کرد، من میدیدم تا جایی میریم ارشاد کار میکنه، از جای دیگه اصلا یارو چکون نمیخوره، گفتم چقدر چطور میشه که اینقدر خراب. 21 دیگه واقعا 20 تموم شد، داریم پامونو میذاریم و چه خوبه که واقعا شما که تحصیل کرده خارج از کشور هستید و تمدن این ور دنیا رو هم دیدید، علارغم اینکه خب فسادهاش هم دیدیم و میدونیم و عصر ماهواره هست، عصر تلفن و فاکس هست، یعنی اون تفکرات جاهلیت عرب دیگه وجود نداره، تفکرات انگامه ابو علی سینا و دیگران وجود نداره، سعی کنیم در راه روشنگری